امروز نرو سر کار. بمون خونه یکم دردت کمتر بشه. کمتر شده ولی نمیدانی چی کشیدم که. خدایا نداریم بلا سر کسی بیاد. آبروی ما رو بردی با این جان دوستید. الان همه میگن غفور سر یه دندان قش کرد. میخوای دعا کنم سر این همه بیاد تا بفهمم من چی میکشم؟ سلام آقا جان. سلام بابا جان. زبونتو گاز بگیر. فعلا این شیر سر بکش. میخوام یه خبر خوش بهت بدم. جواهر جان این بشقاب رو ببر تو حیاط بشور. یکم دندانشون. برای جواهر خواستگار اومده. جواد لوده. ولی صلاح در اینه که بدیم بره. کدام صلاح؟ شنیدم که خدا دنبال کلفت خانه میگرده برای خان. فکر کنم نظرش جواهره. از منصور زن کت خدا شنیدم اول زناشو میندازه جلو تا تو دهنا بیفته. چطور بعضی ها تن به این کار میدن؟ از سر نداری. هم یه نانخور کم میشه هم یه پولی گیرشون میاد. بعضی هم از سر زور. ندیدی بیچاره احمد چه بلایی سرش آوردن سر بردن زهره؟ آخرم گذشت از این محل رفت و آواره شد. این کاسلی ساز خود خان بدترن. خوبه میدنی کاسه در دست خود خانه. تا اون نخواد که اینا نمیلیسن. جواد کی میاد؟ یک ماه دیگه. به شهربانو بگو بیاد یک شیر نخوران را بندازه تو دهنه بیفته. چشم. مبارکت باش آقا غفور. ای کاش چند تا داشتیم. دست در نکن آقا غفور. بگیر بشین شر درست نکن. میگم بشین. آخرش بروم آوردی. خیلی وقت منتظر بودم. منتظر چی؟ همین حرف. خدا یک دنه اولاد به ما داده. منم راضیم به رضای خدا. حالا تو اگه بازم اولاد میخوای بفرما. را باز جاده درست. من غلط بکنم هم چه منظوری داشته باشم؟ خدا به سر شاهد تو برای من مهمی سلیمه. یه حرفی همینجوری زدم. حرفم باد هواست. بیشتر به خاطر این دختره گفتم سلیمه. چرا به خودت میگیری؟ چی شده؟ رفتنی شدی جواهر. حلقه یکی به زیبا داده بودی. بدش به جواهر. نه نگرش دار برای دنیا. از طرف من زیباست. اگه نگیری ناراحت میشم. خدا رحمتش کنه. خوشبخت باشی جواهر. دنیا خوابیدی دختر؟
ترسیدی آقا جان؟ Dünya. Soğulu da aramı ver. Hani indiden dere bar geldin. Bar geldin Berit Han'ı. Bak golbutu Berit Han'a sen. صورت گلبوته رو میگم که ماه در آورده. آی 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 آقا جان بیا بالا دنیا جان، بیا سر کمرم. آی آی بارکالله، همون آرام آرام بیا بالاتر بالاتر. یکم بالاتر بارکالله دنیا. آها آها بارکالله. کجا رفته دنیا؟ ای. دلش به همین دنیا خوش است آرام، ولش کنی تشتر باش بازی میکنه. آخی بیا دنیا، بیا دنیا، آرام 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 بالاتر. ای قربان این پا. آها بارکالله. ای دنیا جان باز رفتی که این بسار خصوص هروان داد گفت بدم با شما جوای فرستاده. دست در نکنی، به من یه چایی بخور. کار دارم. چشم شما روشن. بارکالله. یکم بالاتر. ای قربان شکلت چیزی شده دنیا جان؟ نه مغفور، چی میخواستی بشه؟ به نظرم یکم دلنگرانی. نه مغفور، من که یه نفس راحت کشیدم. پس دلنگران بودی که حالا نفس راحت کشیدی زخ کردی. اینو برای من فرستاده؟ چه گرفتاری شدیم از دست جواد. چهار کلمه سواد یاد گرفته را برای نامه میده. دنیا برای شما نفرستاده. دنیا بیا جواهر برای روسری فرستاده. چقدر قشنگه.
هم غفور ببین جواهر برم چه فرستاده. آی سرت کن ببینم دخترم. فکر نکنم فقط توش نامه باشه. تو چطور تنستی اسم دنیا رو بخونی؟ شکل اسمش از توش نسنامه شد گرفتم. دنیا باید باسواد بشه همه. ای خدا دخترم چقدر عروس شده. من که عروس نشدم عمو غفور. میشی ایشالله میشی. بیا سلیم سر دخترمو نگاه کن. سهراب ببین دخترت چی کار کرده. کاری کیه؟ دنیا سنگ براش زد تو سر من. دنیای من که باور نمی کنم. همه میگن آقا صد نفر تو محل دیدن، تازه خود دختره دیده، مگه این کوره؟ دنیا این کارا بعیده. وقتی بچه رو صبح تا آقورو ول میکنین این کارا رو میکنه دیگه. کی ولش کردیم؟ من ابو غفور همیشه مواظب بشیم. کار دنیای من نیست آقا. اصلا کار خودش خانم. ای دنیا برای چی زنی تو سرش؟ ادای گلبوته رو در میاره. نمیخواستم بزنم تو سرش. حالا چی کار کنیم ابو غفور؟ هیچ الان بهترین راه فراره. یه راست میده بیش گلبوتا نبینن اتا حواست جمع کن. بیا 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 کجا میده بیام گالشامو بیارم. میبیننت به بودو بیجو بیجو خداحافظم. خانم جان ما خیلی هم خوب بچه تربیت کردیم. از تو منو عمو غفور فقط به فکر بچه ایم. خیلی با تربیت خیلی هم با محبته. سلیمه خانم فقط به فکر بچه بودن کافی نیست که. بس دیگه چیکار باید کرد؟ بچه به این خوبی با تربیت با محبت خب دو تا بچه هم با هم دیگه درگیری پیش میاد ما بزرگتران باید دخالت بکنیم. یعنی بزنه سر بچه ما رو بشینه هیچی نگیم. غفور من فراری دست داشتم دق میکرد. سلام خاله. چیه؟ چه خبر دنیا؟ خواستم منو بکشم. باید پناه ببرم بگرنه منو میکشم. همه شخصیر منه. بگو چی شده گل بوته؟ دختر قدر قدر برد دنیا با سنده تو کلش. خیلی خوب برید خانه. نترس دنیا جا. مختار سرش اندازه سیب زمینی بات کرده بود. هوی بیا بالا. تا کی باید صبر کنی؟ دخترت داره بزرگ میشه. میخوای اینجوری باشه؟ بزنه سر بچه مردم رو بشکنه؟
نمیتونم هم. تا الان هم بجان اگه چیزی نگفتم به خاطر خودت بود. با خودم میگفتم شاید دوست نداره زن ببره، به ما چه ربطی داره؟ اما حالا دیگه تنها نیستی، دخترت داره بزرگ میشه، باید یه زن کنارش باشه. تو هم باید سر سامان بگیری، چند سبا دیگه پیر میشی، دیگه کسی زنتو نمیشه. عمه تو حق داره سهراب، دنیا به من عادت داره، کسی دیگه اگه بیاد برعکس بیشتر غصه میخوره. دنیا با من، فکر نمی کنم با اونی که من انتخاب کردم مخالفت بکنه. سغرا، سغرا خواهر حوا، چند روز دیگه میاد یلاق. 5 سال پیش شوهرش مرده، فقط یه دختر بچه داره، میشه خاله گلبوتو علی. به خاطر همینه که میگم دنیا ناراحت نمیشه. کسی هم میدنه؟ با حوا حرف زدم، خیلی خوشحال شد، اونم به غلام رضا گفته. حوا زن کاری و اهلیه، خواهرش هم مثل خودش. چی میگی؟ من آدم فقیریم عمه، بعد از زیبا دیگه دل دماغ کار کردن نداشتم، دیگه حوصله دویدنم ندارم. اگه خان غلام رضا بهم کار ندن، با همین 10-20 گوسفند دیگه گیرم آمده زندگی میگذره. دوباره زن، بچه، زندگی، من حوصله‌ش ندارم همه. تو از اولشم تنبل بودی. تنبل بودم یه سال صاحب خانه زندگی شدم؟ البته هرچی دارم از آقا غفوره. همه اینا از همت زیبا بود. این که گفتن نداره که همه، همه چیز من زیبا بود، اون تنها نرفت، منم با خودش برد. سغرا هم یکیه این خودت، یه لقمه غذا رو خدا میرسانه. کجا؟ میرم دنیا رو بردارم. قضاعت بخو سلیمه، خیلی انشاءالله. خیلی خوب، کمتر حرف بزنید، بگیریم بخوابیم. برای خودت یه طویله درست کن، بهتر گوسفندت رو از گله خان جدا کن. بکت خدا گفتم سهم دستمزد تو از گوسفنده امسال 5 تا گوسفند میشه، با این حساب با گوسفنده خودت 30 تا گوسفند داری. دل دماغ بنایی ندارم، اما غفورم کمردت بره نمیتونه کار کنه. همون انباری زیر خانه تنه ترتمیز میکنیم، ستون میزنیم، گوسفندت رو بریزون تو. خوابشم برد، بذار امشب اینجا بخوابه. پس شب بخیر. بیا هوا، مطبخ خیلی گرفتاره. قفو چطوره؟ همونطوریه، بازم کمرش درد میکنه، اما همینجوری میره سر کار. دوتا صابون بسته همه سلیمه؟ نه اسمان جان، یک دانه بسته، دستت در نکنه. بابا خارسغرا سلام. سلام آقا خسرو. سلام سغرا، سلام حما جان، خوبی؟ خوش آمدی. مرحبا
قربانت برم. خسته شدی آخه. خوش آمدی. او هم سلیم است. سلام عمه خانم. خوب کردی آمدی دختر جان. تو حالا جوانی، باید زندگی بکنی. زندگی همینه دیگه. یه عده زود از دنیا میره. این دخترم هاجر. بیا ببینم دخترم قربان برم. ماشاءالله. سلام. سلام آقا خسرو. کوکو سر دوره. کوکو جون بر سر دوره. کلمه دا به دا به ناله. کلمه دا به دا به ناله. کوکو دیده نداره. کوکو جان دیده نداره. کلمه دار به دا به ناله. عمو سهراب عمو سهراب مادرم گفته نهار بیای خانه ما. من الان با تو میام. گلبوته به مادرت بگو من نمیتونم بیام. عمه سلیمه و آقا فورم دارن میان. دست شما درد نکنه. دست دل گردوها که داشتیم به خاطر این سرمایه که اول امسال زد آتش گرفت. یک دانه گردو امسال نداریم. هم باغ بالا هم باغ پایین. سلام علیکم. سلام. سلام علیکم. بفرما اینجا بشین. بفرما. بیار. بفرما اینجا بشین. بفرما آقا سوش. چایی رو بیار شوقا خانم که. مبارک آقا. بفرما. بفرما چایی. کلبه چوپانی به غلام رضا بگو تا دور از گوسفند بیاره جلوی پای خان قربانی کنم. بدو. چشم آقا جان. منصوره. بله کت خدا. منصوره بجو مدل نکن. آمده. Thank you.
جان، دارن گوسفنده رو میارن. خیلی خوب. منصوره؟ بله. تو من برنج خیز کن. خب. نهار چی بپزیم؟ فوسن جان، ما قرطوش یکی به قول ما. ولی من برنج شک دارم. کمک میخوام. او یکی پیدا کن دیگه. خیلی خوب، خیلی. دلی خان، میواره بشون. چرا دوتا؟ ده تا گوسفند ببریم قربانی کنیم، گوشتشو بدیم مردم رو بدق بخورن. خان اگر اینقدر دست و دلباز بود، حالا این همه گله نداشت. زورش میاد سهم گوسفند من تو رو بده. بفرمایید. بای جزه خان حلالش کن. خدا قوت خدا برزا. خدا قوت. بفرمایید. سلام علیکم. سلام. خوش آمد. خوش آمدید. بفرمایید. خوش آمدید. سلامتی. چطوری موسا؟ سلامت باشی آقا. خوش آمد. آقای الهیت نگاه بکن. بفرمایید. ماشاءالله خان زاده بودی یا آمدی؟ بهتر از خودش زنش که ترین خانوم. چرا آیستادی؟ بری سر کارتان. ممنون از اینکه آمدی. بنده اصلا سعی کی باشم که حرف خان خانزاده نشدی میگیرم. شوخی نمیکنم. وجود مرجان باعث آرامش کتایون میشه. اولین باری که سفر یه ایلاب آمده. خدا کنه بهش خوش بگذره. فعلا که حالش خوبه. اینجا مقر گله خانه. سلام آقا. سلام. بفرمایید نان داغ و پنیر گوسفندی. بفرمایید داخل کلبه. ممنون. اما حیف این چمنزار و این هوا نیست. گلبوته! حسیر بیاد. بفرمایید خانم جان. دست درد نکنه. خب عجب بوی داره. بیا. ما فقط نگران اینم که لباسه شما کسیف نشه. دست شما در نکنه ابا خانم. وظیفه آقا. وظیفه است. شما باید زن غلام رضا باشی نه؟ بله آقا. نوکر شماست. غلام رضا سرچپون خانه. ما میتونیم یه مقدار از اینو با خودمون ببریم؟ بله خانم جان. مال خودتونه. اینا بچه های شما؟ بزرگتر مال منه. اینا بچه سهرابه. ولی شیر منو خورده. مثل بچه خودمه. چه خوشگله. اسمت چیه؟ من؟ بله شما. دنیا. حیف نیست این بچه ها نمیتونن با سواد بشن. سواد به چه کار ما میاد خانم جان؟ خدا سلامتی به شما و خان بده ایشالله. میخوای همینجا سری و گوسفند رو ببریم کبابش کنیم. آقا جان بی ما غذا نمیخوره. دیگه گذاشتی؟ پول داری یا نه؟ جون رو خرش کردی ها؟ زن که داری؟ مساویه تو بچش. سلام عرض کردم خان. خوش آمدید. بشو موسا. خوبی یا نه؟ شکستی شدی موسا؟
گرفتاریم خان. کت خدا از این موسا دیگه سهم خانی رو نگیر. با چشم. موسا دخترت کلفت خوبی، خوب تربیتش کردی. بیا اینم اطراف دخترت. سوال کنیز شماست خان، من به خاطر خدمت دخترم پول نمیگیرم خان. بیا بگیر بذار جیبت. حالا برو. دست شما در نکن. بگو نفره باید بیاد. آدم علی. بله آقا. بیا تو. یالا پولم بد در میاد سلیمه، باید بیای کمک. غفور رو چی کارش کنم؟ غفور اونجاست. کجا داری میری؟ من میگم اونجا از تو حرف منو قبول نداری؟ میل داریم برای اسنانه بگم چند سیخ کباب بپزم؟ کباب میخوریم دیگه. آره کس خدا بفرما. چشم برای اسنانه خان چند سیخ کباب بزن. چشم. خوب شد آمدی سلیمه، خدا او رو خوب درست. خیال شما جام کت خدا، حواسم هست. دست داد نکن. تو اینجا چیکار میکنی غفور؟ پسر خانه؟ نه، پسر خانه هدایت زنشم کتایون، اونی که تو میگی مهندس تیر داده. پدرش نوکر خان بود، وقتی مرد خان بچه‌ش نگه داشت و بزرگ کرد. میگن مثل پسرش با مهندس علاقه داره. خب چی شد؟ هیچ دیگه آقا تمام شد. همی باشه خان. اسمت چیه؟ سهراب. کار تو چیه؟ چوپان شما هستم. امر بری یا سر خود کار میکنی؟ ببخشید خان، نمیدونستم شما ناراحت میشی. سر چی؟ Thank you.
یه چیه؟ لالم که گفت بزنی به جیبت؟ خودم یاد خدا. بله خان، این مرتیکه رو همین الان انشالله بزنید. عف کنید خان، بی جا کرد قلم گذاشت به جیبش. سهراب بی سواده، اصلا نمیدانه قلم به چی کار میاد. فلکش کنید یاد خدا. بله خان، دیگه هم حق نداره چوپان ما باشه. 30 تا گوسفند دستمز این سالاش. حقش بهش بدین، بندازینش بیرون. چرا معطلید؟ گفتم فلکش کنید. فلک آماده کنید.